به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را نیز با دوستان خود شریک سازید. جنرال دوستم در یک پیام تبریکی به مناسبت حلول پرمیمنت سال 1399 هجری خورشیدی در صفحه رسمی فیسبوکشون این نگاشته است: هموطنان با دیانت والی قدر، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسندم که یک بار دیگر به مناسبت حلول سال نو و بهار نو با شما هموطنان عزیز مخاطب هستم. به این مناسبت گرمترین تبریکات و صمیمانه شادباشهای گرم خودم را به شما هموطنان گرانقدر در هر جایی که هستید ابراز داشته، از خداوند بزرگ آرزو میکنم زندگی با سعادت داشته باشید و نهال آرزوهایتان شگوفان و بارور گردد. خوشحالم که در این بهار گل افشان روزنه امیدواری ها برای تامین صلح و آشتی در کشور ما گشوده شده است و اگر خدا بخواهد ما در جریان سال جدید با پیشامدهای چشمگیر که همانا برقراری صلح و آشتی در کشور است روبرو خواهیم شد. از رب العزت می خواهم تا مردم ما به این آرزوی دیرینهشان برسند. در اینجا بر روح همه رزمندگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که جانهای عزیزشان را در راه ساختن نظام کنونی در این سالها از دست دادن اطاف دعا کرده به خانواده ها و دوستانشان تسلیت می گویم و آرزو می کنم با برقراری صلح در کشور ما ارواح پاکشان شاد گردد. در سالی که گذشت ما شاهد رویدادهای گوناگون در کشور خیش بودیم که خونین و دردناک بودند، ولی در 6 ماه میزان ما همچنان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بودیم که با تأسف این روند با تقلب و جلهای بیشمار همراه بود و در نتیجه غدر و خیانت کمیسیون‌های انتخابات آرای بر حق مردم نادیده گرفته شد. اما ما همچنان که حمایتگر روند دموکراسی در کشور بودیم با اطمینان میگوییم که از رای پاک مردم عزیز ما نیز دفاع خواهیم کرد. از امین رو نتیجه برآمده از تقلب را نپذیرفتیم و دکتر عبدالله رئیس تیم ثبات و همگرایی نیز در موازات تحلیف اشرف غنی به نام رئیس جمهور مراسم تحلیف به جا آورد. ما در موقف خیش استاده ایم و مصممانه از رای مردم عزیز خویش دفاع خواهیم کرد و حقیقت را به همت مردم متدین کشور خیش به کرسی خواهیم نشاند. هموطنان گرامی، مردم مهربان و صبور افغانستان، با اندوه فراوان که سال گذشته مصیبت ویروس و کرونا اتفاق افتاد و اکنون این مصیبت دامن بیش از 171 کشور جهان را گرفته است، هزاران نفر در سراسر جهان در نتیجه گرفتار شدن با ویروس و کرونا جانهای عزیزشان را از دست دادند و بیش از 200 هزار تن دیگر مبتلای این ویروس خطرناک شدند. افغانستان نیز در 2 هفته اخیر به گونه گرفتار این ویروس شده است. خوشبختانه کرونا در افغانستان همگیر نیست، بلکه 22 تن از هموطنان ما که گرفتار ویروس شدند از ایران به کشور بازگشتند و همان جا این بیماری را با خود آوردند. از آنجایی که کشور ما ظرفیت ها و توانایی های اقتصادی بلند ندارد و نیز تکنولوژی را که برای مقابله با ویروس کرونا به کار می رود ندارد، احتمال سرایت و گسترده شدن ویروس به دیگران بسیار زیاد می باشد. از این رو توقع من از شما این است که مواظب زندگی خود و خانواده هایتان باشید، اصول و معیارهای صحی را رعایت نموده و بس دستورهای صحی وزارت صحت عامه که در مورد راه های جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس و کرونا نشر می کند گوش بدهید تا خدای نخواسته به این بیماری مصاب نگردید. من آرزو دارم که خداوند بزرگ به مردم ما و همه جهان رحم کند و به زودی این بلای مدهش را از روی زمین بردارد. هموطنان عزیز و گرامی، افغانستان در مرحله بسیار حساس قرار داشته و جنگ در کشور ادامه دارد. از این بابت ما هر روز فرزندانمان را قربانی می دهیم. از سوی دیگر توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان به امضا رسیده است که خود روزنه ای را برای آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان خواهد بود.
ما امیدواریم که هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان که بتواند از همه مردم افغانستان نمایندگی کند، هر چی زودتر انتخاب شود تا روند مذاکرات صلح میان افغانها شروع گردد. هر چند دستیابی به صلح و پایان دادن به جنگ 40 ساله در کشور کار چند روز نیست، ولی امید می رود که سرانجام ادامه گفتگوها منجر به آتش بس دائمی و امضای پیمان آشتی و صلح در افغانستان گردد. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، برای زندگی کردن و سازندگی در کشور خیش ما نیازمند اتحاد و همبستگی میان همه اقوام با هم برادر در افغانستان می باشیم. برای رسیدن به این مأمور، تأمین عدالت و برابری در نظام و همه شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما ضروری می باشد. همان گونه که تلاش ها در راستای تأمین صلح و پایان دادن به جنگ در میهن ما ادامه خواهد یافت. اتحاد و همبستگی خیش را حفظ کنید و اجازه ندهید بیگانگان نفاق و شقاق را در میان ما بیاندازند و از وضعیت نابسامان ناشی از آن سود ببرند. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بر پایه اعاده عدالت و برابری در کشور شکل گرفته است و اعضای رزمنده آن تا کنون در این راه هزاران قربانی داده و این راه مقدس همچنان با افتخار و درایت ادامه خواهد یافت تا ما به خواسته های برحق خیش دست یابی به عدالت و برابری و یک زندگی عاری از تبعیض است برسیم. در پایان یک بار دیگر سال 1399 هجری خورشیدی را به شما هموطنان گرانقدر صمیمانه تبریک گفته آرزو دارم این سال سال پایان بدبختی های مردم عزیز کشور ما باشد. هر روز شما نوروز، نوروز شما پیروز. همچنان در یک خبر دیگر، سال 1398 برگزاری انتخابات و جنجال های کنوز ادامه دارند. افغانستان در سال 1398 گواه اعلام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود، انتخاباتی که جنجال‌های برخواسته از آن تا کنون نیز ادامه دارند. محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله هر دو خودشان را پیروز اعلام کردند و هر دو مراسم تحلیل برگزار کردند. کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را برنده اعلام کرد، اما دکتر عبدالله آن را نپذیرفت و گفته که در انتخابات تقلب شده است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که 3 بار به تعویق افتاده بود سرانجام به تاریخ 6 ماه میزان برگزار شد و در آن 13 نامزد به رقابت پرداختند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی یکی از این نامزدان بود که برنده نشد و اعتقاد دارد که در این انتخابات تقلب شده است. ما با 2 تیم‌های انتخاباتی حکومتی روبرو هستیم که از امکانات دولت استفاده عظیمی را کردند. عبداللطیف پدران نامزد دیگری بود که نتوانست برنده شود. از خیلی جاها به ما زنگ زدند که دستگاه های شناخت بایومتریک را کار نمی کند. با آن که گفته می شود این انتخابات در فضای بهتر امنیتی برگزار شد، اما مشکلات فنی دستگاه های شناخت بایومتریک و نبود فهرست های رای دهندگان در بسیاری از محل های رای دهی در کشور مشکلات این انتخابات دانسته می شدند. اما نتیجه ابتدایی این انتخابات پس از در حدود 3 ماه اعلام شد که بر بنیاد آن اشرف غنی پیشتاز بود. کمیسیون مستقل انتخابات در نخست اعلام کرده بود که بیش از 9 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در کشور هستند، اما در نهایت آرای معتبر تنها 1.8 میلیون رای اعلام شد. هواداران دسته انتخاباتی دکتر عبدالله و شماره از نامزدان دیگر به این نتایج اعتراض کردند و خواهان باطل شدن 300 هزار رای شدند که بیرون از زمان رایدهی به صندوق های رای ریخته شده بودند. با وجود این اعتراض ها، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی پس از بررسی های نهاییش به تفتیش ویژه بخش از این آرا فیصله کرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات پس از تفتیش ویژه در نتایج نهایی باز هم اشرف غنی را برنده این انتخابات اعلام کرد. دکتر عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و از ایجاد حکومت خودش زیر نام حکومت همشمول خبر داد. اگر این بار نتایج تقلب را میپذیرفتیم، فاتحه دموکراسی در افغانستان خوانده بش میشد. تنش‌های برخواسته از این انتخابات حتی با پادرمیانی دیپلمات‌های غربی نیز از میان برداشته نشدند. در سال 1398 هجری خورشیدی نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان که سال پیش از آن برگزار شده بود نیز علم شد.
این انتخابات نیز جنجال های را به میان آورد. شماری از نامزدان بر نتایج برآمده از این انتخابات اعتراض کردند و آن را غیر شفاف خواندند. سرانجام اعضای پیشینه کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند و به زندان رفتند. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.